و فولادوند در واقع به جایی رسید که راهی جز مقابله با جمهوری اسلامی نداشت و باید میرفت جلو، زیرا که شیوهی که فولادوند انتخاب کرد مشخص کننده مسیر حرکت فولادوند بود. فاکتورهایی که باعث شد که فولادوند گرامی یک تنه بزنه به در واقع ارتش جمهوری اسلامی این بود که هموطنان گرامی و هموطنان خارج از میهن بنا به خصوصیات قبیله‌ای و عشیره‌ای خودشون هر کس خواستی رو نمایندگی میکرد و فولادوند گرامی زمانی که ریشه های تاریخی این سرزمین رو باز کرد فکر کرد که اگر عظمتی رو از یک ملتی نشون بده باعث شوریدگی ملت خواهد شد. در صورتی که من در ابتدای آشناییم با فولادوند گرامی در برنامه خدمت ایشون روی خط انجمن پادشاهی ایران گفتم که استاد گرامی ما باید یک مبارزه ایدئولوژیک همه جانبه در ارتباط ملت ایران و سازمانهای سیاسی به راه بندازیم و این امر در واقع به وقوع نپیوست. با اینکه فولادوند گرامی از تمام در واقع خصوصیات کسانی که این ملت رو تشکیل میدن با خبر بودند، ولی فرصت این رو نکردند که و امکان این رو هم نداشتند که در ارتباط تمام این خصوصیات مسائل رو ارزیابی کنند و در اختیار ملت ایران بذارن و اکتفا شد به سربلندی و سرفرازی و قانونمندی های ایرانیان و همچنین در واقع ضد ارزش هایی که این سرزمین رو مورد حمله و هجوم قرار داد که همان ضد ارزش اسلام بود. در مقابل و در مجاورت فولادوند و زمانی که من دیدم که فولادوند نیست و متوجه شدم که فولادوند نمیتونه دیگه بازگشتی داشته باشه، حیران شدم که من در همون در واقع ماهای اول متوجه این مطلب شدم. و خب بعضی از کسانی من رو در واقع متوقف کردند و فاکتورهایی رو به من ارائه کردند که بر طبق این فاکتورها فولادوند وجود بود. من باور نمی کردم و من می گفتم که امکان این نیست، زیرا شناخت دقیق من از فولادوند به من این اجازه رو نمیداد که در مرحله تصور باقی بمونم و در مرحله تصور شیرین که فولادوند هست و فولادوند برمیگرده و فولادوند مشغول برنامه‌ای هست، مشغول کاری هست که اینها با شخصیت فولادوند، شیوه سخن فولادوند، شیوه اندیشه فولادوند کاملا متفاوت بود. این اندیشه از کجا سرچشمه گرفت که فولادوند مشغول و مشغول کاری هست و هست؟ از اون جایی که در واقع برنامه اصلی جمهوری اسلامی بود و میخواست که ملت ایران رو به گونه ای در یک مرحله تصور شیرین نگه داره که شما راحت باشید، فولادوند
برای شما جمهوری اسلامی رو ساقط میکنه و شما به خواستتون میرسید و لازمه به این که حرکتی انجام بدید نیست. و این خواستش رو جمهوری اسلامی اعمال کرد از طریق کسانی که خریداری شده بودند و بعضن در خانواده فولادوند بودند و بعضن خارج از خانواده، که بر طبق نقشه جمهوری اسلامی اینها به انجمن پادشاهی از کشور شاهنشاهی ایران نزدیک شده بودند و برای خودشون در واقع یک حالت این که قابل قبول هستند به وجود آورد و با خدماتی که انجام دادند، که خدمات در واقع در ظاهر به نفع انجمن پادشاهی از کشور شاهنشاهی ایران بود، ولی در باطن مسیر انجمن رو و مسیر ارتباط انجمن رو با ملت ایران در خارج از میهن به جهت دیگری برد، من جمله کمک های مالی. کسانی پیدا شدند و شروع کردند به کمک های بزرگ به انجمن پادشاهی کردن و ملت ایران از آنجا که اون ایرانیان اصیلی که در کنار انجمن پادشاهی از کشور شاهنشاهی ایران قرار داشتند در یک وضعیت مالی خوبی نبودن، همونطور که من قبلا گفتم که ملت ایران، ملت اصیل ایران و ایرانی دنبال نان و آب میدوه و کسانی که در خارج از میهن زندگی میکنن و از ایرانیان اصیل ایرانی هستند امکانات بسیار کمی دارند و اینا به هر حال درصد بسیار پایینی هستند که تونستن خودشون رو به آب و آتش بزنند و به گونه ای از این مرزها با پناهنده شدن و با در واقع در بدری و در لاگرها و در نمیدونم ایزولاسیون زندگی کردن و به هر حال تونستن که خودشون رو به گونه ای روی پا بیارن که هوشنگ یکی از این نمونه ها هست و من بارها گفتم من روزی که از ایران خارج شدم، من و خانواده 4 نفر با $1000 تونستیم از کشور ایران خارج بشیم که $1000 $700 همون روزای اول رفت و مجبور شدیم که در واقع خودمون رو به گونه ای نگه داریم و نگه داشتیم و شرافتمندانه و سربلند هستم که هرگز از خط خرد و شرف و ارزش های انسانی خارج نشدن. باعث شد که کمک هایی که از طرف مردم و ایرانیان راستین بود قطع بشه، برای اینکه دیدن که خب کمک های بزرگی داره میاد و در واقع حمایت مالی خودشون رو از انجمن پادشاهی برداشتن و اینها جایی که باید به قول معروف این وزن رو زمین میذاشتن بر طبق نقشه های جمهوری اسلامی گذاشتند و فولادوند تنها ماند و بی کس و بی آور و بی همراه و بدون کمک مالی ماند. و از طرف دیگه جمهوری اسلامی در درون میهن خب با بازی شطرنج، در واقع بازی شطرنجی که با فولادوند شروع کرد، مهره هایی رو دور فولادوند گرامی چید و حتی خساراتی هم داد، مثل یه شطرنج باز که گاهی مثلا یه فیلی رو میذاره جلوی سربازی و موقعی که سرباز فیل رو میزنه تازه میبینه که ای بابا کاش نمیزد و کاش این منطقه از جبهه رو باز نمی کرد که حالا با به اصطلاح حمله وزیر یا حمله رخ رو برو بشه. جمهوری اسلامی از اونجا که می دونست که
دست یافتن به فولادوند در خارج از میهن براش خیلی گرون تمام خواهد شد، نقشه ها رو به گونه دیگری کشید که فولادوند رو به درون میهن بکشه و در واقع به خواست خودش برسه.